اجر نامن ناره یا مجیر، یادمون نره که این شبهای ماه مبارک به خصوص شب 13، 14 و 15 ماه مبارک رمضان حتما دعای مجیر رو هم بخونیم، هم توی فرازهاش تدبر و تفکر بکنیم. یک مهمان عزیز و دوست داشتنی، یک بانوی بزرگوار که مطمئنم همتون خوب میشناسین و با چهره و صدای ایشون آشنایی دارید، که جزء همون مردم ماهی هستن که ما هر شب داریم به شما معرفی میکنیم. سرکار خانم راحل امینیان عزیز، سلام، خیلی خوش اومدین، تعدادتون قبول، ممنون که دعوت کردید خانم، زنده باشین، ممنون که افتخار دادین دعوت ما رو پذیرفتین. اجازه دارم سلام احوال پرسی کنم؟ من هم با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان کلامم را آغاز میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و همراهان عزیز این برنامه بسیار خوب و دیدنی. طاعات و عباداتتون قبول باشه، انشالله در ماه عزیز رمضان حال دلتون خوب باشه به امید خدا. خانم امینیان، چه خبر از کرونا؟ دیگه تقریبا زندگیمونو مختل کرده دیگه. من جز روزهایی که شیفت کاریم هستش، ما بقیه همه خونه هستم. هیچ کاری نمی کنم، واقعا زندگیو تعطیل کردم و کلاس ها رو که مجازی دارم برگزار میکنم و منتظر اتفاقای خوب. دیگه قطعا این سوال رو خیلی راحت میشه پاسخ داد که واقعا روزهای خیلی سختیه، ولی خب شاید یه تجربه است، شاید یه فرصته برای اینکه یکم قدر داشته هامون رو که خیلی برامون سطحی و عادی شده بود رو بیشتر از خودتون یا عزیزانتون که انشالله مبتلا نشد. به لطف خدا عزیزان که خب به هر حال دوستان و همکاران و آشنایان چرا، ولی خب الحمدلله خودم و خانواده تا این لحظه که کنار شما هستیم، انشالله که خدا بهتون سلامتی بده و بگذره. خیلی ممنونم خانم امینیان. ما محور برنامه‌مون کار خیره و مردمی که همه مردم ایران عزیز ما هستن، ولی سعی میکنیم اونهایی که کارهای ویژه‌ای انجام دادن رو به مردم معرفیشون بکنیم تا مردم هم یاد بگیرن و الگو بگیرن برای کارهای خیری که میخوان انجام بدن. شما چجوری کار خیر انجام میدین؟ پنهانی، آشکارا، چی کار میکنین؟ والا ما هرچی یاد گرفتیم از مردم یاد گرفتیم، که در واقع همیشه این فرهنگ قشنگ در بین ما مردم وجود داشته که علاوه بر آموزه‌های دینیمون، ما در فرهنگ ایرانیمون هم همدلی و حس همن و دوستی همیشه سفارش شده، اصلا در تربیتمون هست و از کودکی یاد گرفتیم، از خانواده و فضای جامعه، محیطای حالا تحصیلمون یاد گرفتیم، تقریبا شده یک سبک در زندگی همه ما. مردم در واقع بهترین معلم های ما بودن و ما همیشه از اونا یاد گرفتیم که باید این حس همدلی وجود داشته باشه. من اعتقادم من که کاری نمی کنم واقعا، نه بدون تعارف، واقعا خیلی دلم میخواد که من هم تو این جرگه ورود کنم، اما همیشه دلم میخواد که اگه کار خیلی هم انجام میگیره کار خیلی بی سر و صدا باشه. اما از طرفی هم خب تو فضای امروز امر به معروف، امر به کار خیر، خب یه در واقع محسناتی داره که به هر حال باید این آموزشه در فضای جامعه، حالا خاصه در فضای مجازی که این روزها یک فرصت به زمه من قلم داد میشه، بعد نیست یه گوشه هایش مطرح بشه. اما خب من بازم ترجیحم به اون بی سر و صدا. شما خودتون هم این کار رو میکنین، از فضای مجازی استفاده کردین؟ همین اخیراً دوباره استفاده کردم. آره، یادمه که اخیراً برای توی پیرو و یکی از برنامه‌های تلویزیونی شما برای یه خانواده یه مبلغی رو جمع‌آوری کردین، رسوندین به دستشون. همین امروز خدا رو شکر قبل از افطار برای انتقال ورش انجام شد. حقیقتش اینه که ماجرای که خب من خودتون می‌دونین من رشته تحصیلیم روانشناسی هستش، واسه همین مهم‌تر مادرم و خیلی دغدغه بچه‌ها رو دارم. یه پسر نوجوانی که حالا من مطمئنم، خیلی البته انتقاد کردم به من که چرا میگی باهوش، چرا میگی نابغه، اما من معتقدم که این بچه سطح هوشیش نسبت به گروه همسالان خودش بالاتر هستش. به هر حال حالا مرتکب یه اتفاقی شده بود که اگر این اتفاق درست مدیریت نشه، اگر این آموزش لازم دیده نشه، شاید آینده تاریکی در انتظار این نوجوان باشه. از طرفی خب یه اتفاق به طوری رقم خورده بود که خانواده‌ام تحت شعاع قرار گرفته بود و من نگران رابطه مادر و فرزندی بودم. مادری که 40 روز گذشته از اون اتفاق، حالا نمیدونم در جریانش هستی بله یا نه، که در واقع فضای اینترنتی شیطنت بله. چقدر بود مبلغش؟ 60 میلیون؟ 52 میلیون فکر میکنم. من ولی وقتی تو برنامه دیدم که مادر هنوز ناراحته، نبخشیده باشه،
قطعا بخشیده، اصلا اون ما مادرها اوج عصبانیت رو از بچه هم 2 دقیقه است، ولی چون غم بزرگی رو دلش بود و نگران معیشت اتفاقا همین بچه و بچه های دیگرشون بود، بله، به همین دلیل اون غم اجازه نمیداد که فرزندش رو در آغوش بگیره و من نگران این بودم که این تبعاتش میتونه آینده بچه رو واقعا درگیر کنه. تمام دغدغم این بود که یه گره از در واقع خانواده باز بشه که اون صمیمیت دوباره در فضای خانواده جاری بشه، از طرفی اون بچه آموزش ببینه و آیندهش رو به کمک مردم بتونیم بسازیم. به همین دلیل از مردم کمک و یاری خواستم، مثل همیشه اعتماد کردم. الحمدلله، خدا رو شکر. و پول رسوندیم به دست خانواده. البته اون مبلغی که 52 میلیون جمع نشه، بله 11 میلیون امشب ما تونستیم که واریز کنیم. ان شاءالله که بقیه‌اش هم جور بشه. ولی واقعا همین که نشون میده که چقدر کار خیر مدل‌های مختلفی داره و حالا به شدت به تعداد آدم‌ها، به تعداد تفکری که آدم‌ها دارن میشه براشون کار خیر پیدا کرد. یادم چند شب پیش معرفی کردیم و حالا اتفاقا مهمان امشبمون هم یه مهمان دیگه‌مون هم همین کارو انجام دادن. خیلی کار قشنگ، مثلا میرن پیاز کشاورزا رو می‌خرن، نمی‌دونم سیب ازشون می‌خرن، این کارو می‌کنن و خب خیلی اینا کمک کننده است. همین که شما به عنوان یه مادر و یه روانشناس به این نتیجه رسیدین که باید دست این بچه و مادرش رو گرفت به خاطر اینکه این آینده سازه. خیلی اتفاق خوبی، انشالله که این فرصت فضای مجازی که در اختیار ما قرار گرفته بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم. امیدوارم تمام تلاشمون همینه که از این بستر استفاده مناسب انجام بشه. شما البته از این بستر برای بعضی وقتا زدن حرفاتون حالا یکم با عصبانیت هم استفاده میکنید. بله. چند وقت پیش هم یه توییتی زده بودین سر بحث پروتکل‌های بهداشتی به خصوص در مورد هنرمندا، چی بود؟ بله. یه فکر کنم جشنواره بود دیگه. آره جشنواره بود، بله جشنواره فیلم فجر بود. و خب میدونین من معتقدم که دوستانی که به هر حال در یک جایگاهی قرار میگیرن که مردم اونها رو رصد میکنن، وظیفه‌شون خیلی سخت داره. همونقدر که جذاب این دیده شدن، همونقدر که در بین مردم شهرت داشتن، قشنگی‌های خاص خودش رو داشت، چون فی نفس همه آدم‌ها دوست دارن دیده بشن، اصلا یه حق طبیعیه. پس به همون اندازه هم مراقبت لازمه، چون به هر حال خواسته و ناخواسته یک الگو محسوب میشن. و بعد اینکه دوستان جمع شده بودن و ماسک رو برداشتن و خیلی جالب بود، یکی از این بزرگواران اعلام کرد که عکس نگیرید، الان مردم ما رو بدون ماسک ببینن بعد ما رو نقد میکنن. من خیلی عصبانی شدم از این موضوع که ما واقعا در مقابل مردم باید خود واقعیمون باشیم، اینکه حالا بخوایم خیلی چهرهمون رو متفاوت نشون بدیم و در پس واقعیت یک چیز دیگه وجود داشته باشه، منو خیلی اذیت کرد. من سعی میکنم حالا مسائل اجتماعی و فرهنگی رو اگر جایی که دستم میرسه و میتونم اقدام کنم به حال بهش توجهی داشته باشم. خیلی عصبانی نیستم البته، ولی تلاشم میکنم اشاره رو انجام بدم. درست بزنیم دیگه، خیلی هم خوبه. بعد بازخورد مثلا خدای نکرده بدی چیزی نداشت براتون، یا خودتون نگران نبودین که وای الان مثلا هنرمندان نسبت به من موضعی پیدا کنم؟ نمیدونم. نه واقعا این قسمت آخر سوالتون اول جواب دادم، نه واقعا برام مهم نبود. دلیلش هم اینه که احساس میکنم حرف حق باید گفته بشه، هر چقدر هم که تلخ باشه باید گفته بشه. ولی خب به حال چرا خیلی اوقات ما مورد حمله از جانب مردم قرار میگیریم و قضاوت میشیم، خیلی البته قضاوت های بیرحمانه بعضی اوقات. من انتقاد رو خیلی دوست دارم به شرطی که سازنده باشه و اثرگذار باشه، اما وقتی قضاوت غیر منصفانه باشه خب به حال هممون اذیت میشیم. ولی خب خیلی هم اومدن و حمایت کردن و خیلی هم گفتن که چه نکته درستی رو گفتیم. یه وقتا یه نکاتی رو وقتی ما مطرح میکنیم مردم احساس میکنن که زبان اونها بودیم، دغدغه های اونها رو مطرح کردیم، بله، هر خوشحالشون میکنه. به هر حال همیشه یک جاهایی آره هر کاری آدم میکنه بالاخره یه ده خوشحال میشن یه ده ناراحت میشن. نه من برام واقعا این قضیه خیلی نمیگم اذیت نمیشم، ولی واقعا هدفتون براتون مهم بوده. خب خانم امینیان، ما صحبت کردیم راجع به مرز باریکی که بین ریا و ترویج کار خیر وجود داره. شما گفتین که دوست دارین که کار خیر رو توی خفا انجام بدین، حالا برای دل خودتون، ولی خب از اون طرف هم رسالت دارین که بالاخره به عنوان یک چهره شناخته شده و محبوب زنده باشین. این از این فرصت هم استفاده بکنین، چجوری این مرز رو شما تفکیکش میکنین؟ خیلی سخته. حقیقتش اینه که بخوای در واقع حالا به جامعه بگی که من ریایی نمیخوام بکنم، از اون طرف میخوام حالا یه اقدام بکنم. من فکر میکنم بهترین و عادلترین قاضی خود خداوند هستش که واقعا اون مرز بین ریا و در واقع خلوص نیت آدم ها رو خودش میدونه، میبینه و در جریان هستش. چون در هر صورت باز تاکید میکنم ما قضاوت میشیم، هر آدمی هر رفتاری که انجام بده بعضی ها خوشایندشونه، بعضی ها چون خوشایندشون نیست بعد بیرحمانه نقدش میکنن و بیرحمانه
قضاوتش میکنن. اما به نظر من در پیشگاه خدا اگر واقعا اون خلوص نیت وجود داشته باشه، خود خدا هم کمک میکنه. یعنی من خیلی اعتقاد دارم به این موضوع که یک کار، یک رفتار، یک حرف از دل که بر بیاد قطعا میره وسط دل آدم ها میشینه. مردم هم خیلی قدرت تمیز دادن این موضوع رو دارن، تشخیص میدن، و به همین دلیل به نظر من خیلی مهم نیست که حالا بعضیا بگن ریا کردی. ریا زمانی هستش که واقعا خلوص نیت وجود نداشته باشه. بله. خودت هم میدونی اصلا خودشو نشون میده. اون در واقع عمل ریاکارانه خیلی آدم ها میفهمن حتی اگه خودشو نشون میده. آره، ولی وقتی در پیشگاه خدا باشه، خدا هم حتما حمایت میکنه. اصلا همینطوره. شما خودتون تعریفتون از کار خیر چیه؟ حتما نیاز به یک پشتوانه مالی خیلی بزرگ داره؟ نه اصلا. بازم تاکید میکنم وقتی که در واقع تصمیم میگیری اون قربت الله درونی رو میگی، حالا حتی به زبان هم جاری و ساری نکنی، در دلت میگی، خدا کمک میکنه و در واقع مسیرها و اون سختی ها باز میشه. و وقتی حمایت و پشتوانه و سرمایه اجتماعی مثل مردم وجود داشته باشن، بزرگترین و لاینحل‌ترین اتفاقات به راحتی حل میشه. وقتی خدا هم نظر کنه و توجه داشته باشه، مردم سرمایه اجتماعی خیلی بزرگ خیلی و قابل احترامی هستن. قطعاً همینطور. ما بازم با شما میخوایم صحبت بکنیم، ولی خدمت. قبل از اینکه بریم یه بخشی رو ببینیم، من بهتون یادآوری میکنم که 3212 مردم ماهی که دور و برتون رو میشناسید معرفی بکنید. به 110 نفر هم نفر 1,000,000 تومان از طرف سازمان تبلیغات اسلامی هدیه داده میشه. بریم، برمیگردیم، مجدد در خدمت خانم امینیان عزیز هستیم. یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی وانتحبت حتى ينقطع صوتي وقمت لك حتى تتنشر قدمي. ركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. با شما هستیم با برنامه مردم ماه که از تلویزیون و صفحه عقیق تقدیم حضور شما عزیزان میشه. داشتیم با خانم امینیان صحبت میکردیم راجع به کار خیر. خانم امینیان توی این فاصله داشتیم برای من یه موردی رو تعریف میکردیم در ادامه صحبت قبلیتون. بله. خیلی خوبه که ببیننده ها. بله واقعا خیلی منو منقلب میکنه حتی در موردش بخوام فکر کنم و دوباره تکرارش کنم. اما تو هم در واقع اتفاق اخیری که من از دوستان خواستم و در صفحه رسمی خودم در واقع این مسئله رو مطرح کردم، یک بار هم استوری کردم و دیگه ادامه ندادم. گفتم واقعا مردم تو این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی بیشتر از این نباید بله تحت فشار قرار بگیرن. پیام هایی که می آمد، پیامک هایی که می آمد از در واقع اون شماره، آره شماره کارتی که من اعلام کردم و واریزی ها 3 تومن
5,000 تومان، 10,000 تومان، یعنی هر کی هر چقدر میتونست دیگه. یعنی هر کدام از این پیام ها به قدری من رو منقلب میکرد، شاید واقعا برای خیلی ها کمک های این چنینی در سطح وسیعش اصلا کار سختی نباشه، اما کسی که خودش دستش تو گرفتاری های معیشتی هست، مشکلات اقتصادی گریبان خودش و خانوادهش رو گرفته، ولی دلش میخواد که یه نخودی تو این آفرین تو کار خیر سهیم میشه، خیلی قابل احترامه. و واقعا به نظر من این سرمایه اجتماعی که من ازش به عنوان مردم عزیز کشورم یاد کردم رو واقعا باید هم مسئولین بیشتر قدر بدونن و هم ما مردم. برای همینه که ما میگیم مردم ما همه ماهن دیگه، واقعا ماهن و این ماهای پای بی‌نظیر. بله، بله، همیشه پای کار توی هر اتفاقی، پای کار انقلاب، پای کار نظام همیشه بودن. شما تا حالا پیش وقت دلتون خواسته که جای یه خیری باشین؟ آره. یه کار خیلی رو حسرتش رو داشته؟ آره، خیلی اوقات خیلی دلم میخواست که یه مدرسه بسازم و به خصوص تو منطقه دور افتاده. حسرت خیلی هست مثل این آره. که مهمونهای دیگه همون هم گفتیم. آره، تو سیستان بلوچستان، چون دوستانی دارم که بعضی اوقات باشون در ارتباطم و از مشکلات اونجا صحبت میکنم، واقعا همیشه دلم میخواد و از خدا میخوام که این فرصت رو به هم بده. چرا دوست دارین مدرسه بسازیم؟ چرا حالا بیمارستان، مسجد، نمیدونم این همه کار؟ به خاطر اینکه در واقع بحث آموزش و تربیت نسلیه که قرار آینده ای مملکت رو بسازن و این خیلی مهمه. نسلی که قرار نسل‌های آینده رو تربیت کنه، اگر تو مسیر درست قرار بگیره. بحث ماهان هم همین بود دیگه، ماهان داستانی که خدمتتون عرض کردم. واقعا اگر آموزش درست انجام بگیره، تربیت درست انجام بگیره، نسل‌های آینده ما بیمه خواهند شد. برای من خیلی این قضیه مهمه. من خیلی بچه ها برام مهمه. بله، خب حتما یه مادر دیگه برایش این اهمیت ویژه میشه دیگه برای بچه ها. خودتون هم رفتین تا حالا هیچ وقت توی این مثلا حالا کارا شرکت بکنید، از نزدیک ببینید این ساخت و سازها رو؟ نمیتونم همراه گروه جهادی؟ آره. جایی؟ نه، ما یکی دو بار که میخواستیم بریم که ماجرای کرونا خب دیگه واقعا سایه انداخت متاسفانه، ولی چندین بار تو جمع خیرین بودم و واقعا از انرژیاشون انرژی گرفتم. آدمهایی که شاید در نگاه اول وقتی زندگیشون رو تعریف میکردن آدمهای خیلی متمولی هم نبودن، اما چون نیتشون خیر بود خدا هم کمک کرده بود. تو جمع خیرین بودم و خیلی احساس خوبی داشتم. بله، خدا کنه قسمت ما هم بشه که جزء خیرین اسممون رو بنویسن، به خصوص خیرین مدرسه ساز که جایگاه ویژه‌ای دارن قطعا. خانم امین، ما میدونیم که شما با یه آدمی دیدار کردید که خیلی منحصر به فرد بوده این دیدار توی زندگی شما و شاید مهمترین دیدار زندگی و عمرتون بوده تا الان. انشالله که عمرتون هم پر برکت باشه. برمون بگید که با کی دیدار کرده بودید و چی بود این دیدار؟ دیدار با حضرت آقا که خیلی لحظات شما هم بودید دیگه، به اتفاق هم و حالا دوستان دیگه که وجود حضور داشتن رفتیم و تاریخی ترین لحظات عمرم بود. حالا اینا رو بگم الان شاید بعضی بگن حالا داره اغراق میکنه، شاید داره ریا میکنه. نه، ولی واقعا هر کس این تجربه مشابه رو داشته، گواه و شاهد بر کلامم میگیرم که لحظات استثنایی بود. که یه ذره از حال و هواش تعریف کنید. ببینیم، خب در واقع اول اینکه اصلا ما فکر نمی‌کردیم که قرار این دیدار محقق بشه. ما برای یه مراسمی رفته بودیم که چه کاری تعریف کنیم؟ مراسم در واقع رونمایی از تقریض حضرت آقا بر کتاب فرنگیست. بله، و ما خب شرکت کردیم تو مراسم و بعد در ادامه گفتن که نماز ظهر رو میتونید برید به قومت آقا بخونید و خب ما رفتیم. اتفاقا ما جز اولین نفراتی بودیم که، ولی خب فاصله زیاد بود و من عجیب حسرت می‌خوردم که خدایا حالا تو این فضا، تو این دیدار نیمه خصوصی که ما هستیم، بازم من نمیتونم از نزدیک آقا رو ببینم. و باز هم نماز تموم شد و آقا لطف داشتن به در واقع افرادی که اونجا حضور داشتن و ما در حسرت این که حالا یه گوشه ایستاده بودیم و باز هم این دیدار از یه فاصله ای داره انجام میگیره و به لطف یکی از بزرگوارانی که اونجا حضور داشتن برای دقایق خیلی کوتاهی ما تونستیم از نزدیک آقا رو زیارت کنیم و حقیقتا احساس میکردم که دارم با پدرم صحبت میکنم. چی گفتین بهشون و چی شنیدین؟ من حرفی که زدم گفتم دعا مون کنید، خیلی خسته ایم، خیلی خسته ایم از بزرگوار. و ایشون هم مثل همیشه پدرانه فرمودن، اون نگاه پدرانه که همیشه به همه دارن، فرمودن که پایداری کنید. خیلی هم خوب انشالله که خیلی اصلا حال دلمون خوب شد و انگار انرژی مضاعفی در ما وجود بود. اصلا همینطوره. از هدیه هم که گرفتیم به همون بدیم. بله، انگشتری که حضرت آقا لطف کردن و تبرکیش. بله، یه گوشه از خونه ما خیلی خاص و ویژه است که همیشه نگاهمون بیفته، هم یاد اون دیدار خیلی
جذاب و قشنگ بیافتیم و هم یاد نکاتی که ایشون تذکر دادن. حالا با همه جایگاه ویژه‌ای که این انگشتر براتون داره و انقدر دوستش دارین و یاداوری کلی حال خوب و لحظه های شیرینه، حاضرین اونو به مزایده بذارین پولش رو خرج کار خیر بکنین؟ خیلی تصمیم سختی. باش چشم. خیلی سخته ها، خیلی سخته، ولی فکر میکنم حضرت آقا هم اینطوری خوشحال تر باشن که ما در واقع قدم برداریم. نیتتون هم بگین خرج چه کاری میکنی؟ نمیدونم، هر کاری که در واقع پیش بیاد و احساس کنم که خیلی واجبه که در اون کار ما قراره که برنامه اون 5 شب دیگه هم ادامه داشته باشه ان شاء الله. پایان ماه مبارک رمضان ما میخوایم توی این برنامه بفروشیم انگشتر شما. بگین که ما خرج بله الان پشیمون شدین از اومدنتون؟ اصلا، چون معتقدم که فرصت دارین هنوز برای ابراز پشیمونی. نه، حسابی نگاهش میکنم تو این چند روز فرصت دارم که باشه. ما دیگه 5 شب آخر ماه مبارک رمضان. من سعی می‌کنم این چند روز خیلی قدرشو بدونم. بیننده شاهد. بله، بله. الان دیگه این چند روز همش می‌خواید دستتون کنی؟ آره. اب نداره. کار خیلی واجب‌تره. نیتش هم که هنوز مشخص است. بعدم به ما میگیم برای چه کاری. شما اگر کاری رو مد نظر دارید بگید، من اطاعت میکنم. میدونین که منم انگشتر رو میشناسم و یه انگشتر دیگه رو جایگزین نکنم. نه بابا خانم، اصلا شما به صداقت و من شک دارید. نه اختیار داریم، مزاح بود. بزرگوار انسان. خدا رو شکر که اتفاق به این خوبی تو این برنامه به برکت وجود شما افتاد. میدونم که چقدر این انگشتر براتون عزیزه و میدونم که حتما یه گوشه مهمی از قلبتونه و انشالله که خدا به بهترین شکل براتون جبران میکنه و حتما جایگزین های خیلی خوبتری خواهد داشت انشالله. انشالله که خدا در واقع خدای بزرگ بپذیره و من اعتقاد به این دارم که کار خیر هیچ وقت بی پاسخ نمیمونه، حتی تو این دنیا. البته من واقعا به نیت پاسخ این کار نمیکنم، خیلی تصمیم سختی گرفتم، اما احساس همینه که قطعا حضرت آقا هم راضی تر خواهند بود. حتما همینطور. خیلی ممنونم خانم امینه عزیز. ممنونم از دعوتتون. ما انشاءالله در 5 شب پایان ماه مبارک رمضان که در خدمت شما هستیم، انگشتری ارزشمند هدیه حضرت آقا به سرکار خانم امینیان عزیز رو به مزایده میذاریم و هزینه اون صرف انجام کار خیر خواهد شد. اینم برکت امشب. باز هم یادآوری میکنم پویش مردم ماه 3212 یادتون نره.